سلام، به نظرتون کدوم مرلین مونرو بهتریه؟ میشه ویلیامز یا آنا دارمس؟ قراره یه مقایسه بین این دو بازیگر داشته باشیم که هر دو برای بازی در نقش مرلین مونرو نامزد دریافت جایزه اسکار هم شدن. آدامز در سال 2011 برای فیلم یک هفته من با مرلین و آنا دارمس برای فیلم بلوند در همین سال 2023. مرلین مونرو خودش یه بار هم نامزد دریافت اسکار نشد و تنها افتخار هنری قابل توجه دوران بازیگریش به یه جایزه گلدن گلوب برای فیلم بعضیا داغشو دوست دارن ساخته بیلی وایلر و یه بار نامزدی این جایزه برای فیلم ایستگاه اتوبوس خلاصه میشه. اما تا حالا دو تا بازیگر برای بازی کردن نقشش نامزد اسکار شدن و سه نامزدی گلدن گلوب هم به بدلهاش رسیده. این همه توجه به مرلین مونرو اما به خاطر ویژگی‌های هنریش نیست، بلکه در واقع زندگی پرحاشیه و دراماتیک و مرگ تراژیکش در 36 سالگی از اون به عنوان یکی از سمبول‌های جنسی سینمای هالیوود یه سوژه همیشه داغ برای سینماگرها ساخته. مرگی که پای رئیس جمهور فقید آمریکا جان اف کندی و برادرش رو هم به داستان زندگی او باز می‌کنه، رازی که هنوز در یه لفافه هزار تو پنهان نگه داشته شده. وگرنه دلیلی نداشت که تا حالا 16 نفر نقشش رو بازی کرده باشن و درباره زندگیش کتاب‌ها نوشته شده باشه و چند مستند ساخته باشن. در بین این آثار یکی از مهمترین‌هاش فیلم نورما جین و مرلین ساخته سال 1996ه. یه فیلم تلویزیونی که اشلی جاد رو برای بازی در نقش مرلین مونرو نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم کرد. Why, Mr. DiMaggio, I've only just met you. بعدش هم در سال 2001 یه مینی سریال به همین نام بلوند ساخته شد که بازیگر استرالیایی پوپی مونتگومری نقش مرلین رو توی اون بازی کرده و بعد از نمایش سریال هم به صورت فیلم در دسترس قرار گرفت. اون مینی سریال اتفاقا از همین رمان بلوند نوشته جویس کارول اوتس اقتباس شده که فیلم بلوند اخیر هم اقتباسی از همونه. البته گفته میشه که اون مجموعه برخلاف فیلم حاضر به رمان وفاداره، رمانی که در سال 2000 منتشر شد. بهتر قبل از مقایسه اول دوتا فیلم با همدیگه مرور کوتاهی بکنیم. اول بریم سراغ فیلم قدیمی تر، یک هفته من با مرلین، فیلمی ساخته سیمون کورتیس، کارگردان انگلیسی و با بازی میشل ویلیامز. ماجرا پیرامون مراحل ساخت فیلم شاهزاده و شوگرل میگذره. لارنس اولویه قرار این فیلم رو با حضور خودش و مرلین مونرو بسازه و مرلین همراه با همسر نویسنده معروفش آرتور میلر به اونها میپیونده. پسر جوونی به نام کالین که از یه خانواده صاحب نامه با تلاش زیاد شغل دستیار سوم کارگردان رو برای این فیلم چنگ میاره و راوی این ماجرا است. ماجرایی که از ترس‌ها و تردیدهای مرلین تا احتیاجش به قرص و بعد قلقیا و بعد قولیا شروع میشه، اما در کنار اون به دلبری و شور بی‌نظیرش هم میپردازه. ادی ردمین نقش این پسر جوون کالین رو بازی میکنه و دوست دخترش هم اما واتسنه، همون دختره که طراح لباس که وسط ماجره دلدادگیش به کالین باید حضور این سوپر استار جذاب سینما رو هم تحمل کنه. کنت برانا در نقش لارنس اولویه ظاهر شده و جولیا اورموند قراره 42 سالگی همسر او یعنی ویویان لی رو به نمایش بکشه. اگرچه فیلم برش کوتاهی از زندگی مرلین مونرو اما سعی کردن زوایای مختلف خلقیاتش رو چه در روابط شخصی و چه در مراودات اجتماعی در همین بسته کوچیک بگنجونن.
بهترین فیلم انگلیسی که میشد در یاد بوده یه بازیگر آمریکایی ساخت. در اسکار 2012 کنت برانا برای دومین بار و میشل ویلیامز برای سومین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بودند و دست هر دوشون البته از جایزه کوتاه موند. کنت برانا تا حالا 8 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده که فقط دو تاش برای بازیگری بوده و در سال 2022 هم در نهایت برای فیلمنامه فیلم بلفاست اسکار رو به خونه برد. اما بلوند با بازی آنا دارمس و کارگردانی اندرو دومینیک فیلم پرسر و صدا تری بود. فیلمی که به دلیل صحنه‌های جنسی فقط برای بزرگسالان مجوز نمایش گرفت. برخلاف فیلم قبل که یه برش کوتاه از زندگی مرلی مونرو، توی بلوند قرار مراحل مختلف زندگیش رو تماشا کنیم. یه زندگی نامه کامل که شاید بخش زیادیش برآمده از تخیلات نویسنده و کارگردان باشه. فیلم از دوران بچگی مونرو شروع میشه، جایی که مادرش سعی داره او رو توی وان حموم خفه کنه و با نجات از مخمصه به یتیم خونه فرستاده میشه. در دهه 40 اما دیگه خبری از نورما جین نیست و حالا دختر بلوندی به نام مرلی مونرو شده که مدل عکاسی برای جلد مجلات و تقویم هاست و همزمان سعی میکنه وارد دنیای بازیگری هم بشه. فیلم مسیر زندگی او رو دنبال میکنه. روابط متعددش و ازدواجهاش با جودی ماجیو، بسکتبالیست بازنشسته و آرتور میلر، نمایشنامه نویس که نقشش رو از جیم برودی بازی کرده و خیلی هم میلر جذابی شده و پایان تراژیک زندگیش، بقیه ماجراهایی که این فیلم دومینیک هولش میچرخه. آنا دارمس که تونسته به هر زحمتی شده خودش رو در هالیوود جا بندازه، با ایفای نقش یکی از پرآوازه‌ترین بازیگرای زن تاریخ سینما میشه گفت که جایگاه خودش رو حالا تثبیت کرده و دیگه یه دختر سکسی کوبایی نگاش نمی‌کنن. او اولین بازیگر کوبایی نامزد دریافت اسکاره و هرچند هنوز اولین کوبایی که اسکار رو برنده میشه معلوم نیست کی میتونه باشه. اینکه کدوم یکی از فیلم‌ها فیلم بهتریه رو تقریباً می‌دونیم. فیلم اندرو دومینیک با وجود اینکه تمام زندگی مونرو رو پوشش میده، نقدهای مثبت چندانی نگرفته. در حالی که دومینیک معتقد نگاهی فمینیستی به زندگی مرلین داشته، اما دسته بزرگی از فمینیستا با رویکردش مشکل دارن و میگن او برای نجات یک زن خود زن رو قربانی کرده. به خصوص نقدهای زیادی به سکانس سخت جنین و دیالوگ‌های مرلین و جنین تو شکمش شده، در حالی که جدال حقوقی بزرگی در سراسر آمریکا برای بازگشت قانون منع سقط جنین برپاست. خیلی ها معتقدن این فیلم دومینیک در اصل یه بیانیه در دفاع از ممنوعیت سقط جنین بوده، هرچند خودش سعی میکنه که این رو هم رد کنه. اما همه این نقدا باعث نشده که بازی فوق‌العاده آنا دارمس نادیده گرفته بشه. اونم در حالی که 9 ماه برای ایفای نقش تمرین کرده و زبانش رو تقویت کرده. آواز خوندن و رقصیدن و زندگی کردن به سبک مرلی مونرو فقط گوشه ای از تلاشش برای ایفای نقش بوده. کمان که سعی کرده امضای خودش رو هم پای نقش بذاره، چنانچه در بعضی سکانس های فیلم نمیدونیم داریم بازی کدوم یکی رو تماشا میکنیم، آنا یا مرلین. در مقابل فیلم یک هفته من با مرلین نقدهای مثبت بیشتری گرفته. 85% از مخاطبان روتن تومیتو به این فیلم امتیاز 7.1 به بالا دادن. صد البته که اونجا هم نقش آفرینی میشل ویلیامز به شدت تحسین شده. او هم 6 ماه برای این نقش تمرین کرده و آثار مرلی مونرو، عکس‌ها و ویدیوهای پراکنده‌ای که ازش منتشر شده رو مدام مرور کرده بوده تا هر لحظه بتونه یه مرلی مونرو کامل رو روی صحنه بیاره. Is it true you wear nothing in bed except perfume? Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. ویلیامز ناچار میشه وزن خودش رو برای این فیلم کاهش بده تا هیکلی مشابه مرلی مونرو داشته باشه و خب حداقل یه جایزه گلدن گلوب از این نقش آفرینی سهمش بود. هرچند فیلم بلوند فیلم بهتری نیست، اما باید بپذیریم که آنا دارمس مرلی مونرو تر از میشل ویلیامزه. I'm afraid of some of the people here. You
جالبه که این بازیگر مومشی رو دومینیک برای این به فیلمش دعوت کرده که تحت تاثیر بازیش تو فیلم ناک ناک قرار گرفته بوده. اولین فیلم هالیوودی دارمس که توش نقشه یه دختر سکسی بلوند رو بازی میکنه. فیلمی در کنار کیانو ریوز. Not everyone would just let two total strangers into their house these days. یه ایراد کلی البته به نقشش وارده که عقده ادیپ و لحن فرویدی همیشه روی مرلینی که آنا دارمس بازی کرده سواره که این دیگه ربطی به بازیگر نداره و مشکل فیلمنامه است. عوضش میشه ویلیامز یه جاهای بیشتر خودشه و ظرافت‌های خودش رو به نقش تحمیل کرده که اتفاقا جذاب هم از آب در اومده. ولی اگر فقط یه انتخاب دارین و میخواین یه لذت سینمایی با تم زندگی نامه رو تجربه کنین و هنوزم فیلم یک هفته زندگی من با میلین رو ندیدین، این فیلم انتخاب معقول تریه. آنا دارمس زندگی پرمشقتی داشته که به اینجا رسیده و کارنامه هنری میشل ویلیامز هم واقعا پرباره. شاید یه روز واقعا وقت شد و به هر کدوم از اینا جداگانه پرداختم. کسی چه میدونه؟ امیدوارم این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. پلیلیست اسکاری ها و سینمای کلاسیک رو حتما دنبال کنین، به خصوص که 4-5 تا از فیلم های مرلی مونرو هم اونجا براتون گذاشتم. Oh, it's you. It's so beautiful.